اگه کاربر قدیمی و حرفه‌ای ویندوز باشید میدونید که آپدیت های ویندوز یه مشکل امکان داره براتون ایجاد بکنه اون هم اینه که اون آپدیت با کامپیوتر شما سازگار نباشه میاد آپدیت رو انجام میده به مشکل میخوره رول بک میکنه و دوباره میخواد بره اون آپدیت رو انجام بده دوباره میره اون کارو میکنه هی برمیگرده و شما میافتید داخل این چرخه باطل میشه کاری کرد که بگیم بی یه دونه آپدیت خاص شو ویندوز محترم و این آپدیت رو نگیر ولی مایکروسافت رو تو دل نوز نذاشته متاسفانه و باید براش برنامه جداگونه داشته باشیم اون برنامه رو امروز بهتون معرفی کنم و کار بهتون یاد بدم پس با من همراه باشید سلام مرد شیر کاویانی هم اینجا کامل چاره کامتره و خوش اومدید به یه قسمت دیگه که توش قصد داریم یکی دیگه از مشکلاتی که برای کاربرهای قدیمی و حرفه ای پیش میاد رو حلش بکنیم توضیح دادم فرض کنید شما یه آپدیتی ویندوزتون میگیره و به مشکل میخوره و نمیخوای این آپدیت ها رو بگیره یا اصلا میدونی که فلان آپدیت خاص رو, رو روی یه کامپیوتر خاص تو شبکه هم نباید نصب کنم توی شبکه ما خیلی مشکل بیشتر واسه اون پیش میاد اگر سرویس WSUS داشته باشید میتونید این کار رو روی شبکهتون درست انجام بدید ولی روی یه کامپیوتر تک اگه شبکه پر باشید یا حتی دامینی باشید که WSUS ندارید امکان پذیر نیست و بعد از یه نرم افزار کوچولو استفاده بکنیم بریم تو کامپیوتر بهتون نشون بدم که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره مرسی از اینکه حمایت میکنید دمتون گرم بریم شروع کنیم خب همونجوری که می‌بینید من صفحه ویندوز آپدیت هم باز کردم و یه سری آپدیتی دارم که گیر کردن توضیح بدم که من مخصوصا کاری کردم که این گیر بکنه بتونم این ویدیو و یه ویدیو دیگر رو بسازم و بعدا مشکل رو حل بکنم و قبلا هم گفتم مشکل چجوری حل کنید این الان مشکل تحریمه تحریم اگه دور بزنید مشکل حل میشه خب حالا فرض بگیریم که من میخوام این آپدیت رو دیگه نگیره ویندوزم این آپدیتیه که میگیره و ویندوز دوچار مشکل میشه خب شما آپدیت رو میاد میبینید و میگید که اوکی این آپدیت باید حل بشه باید دیگه آپدیت نشه چیکارش باید بکنیم باید از نرم افزار خاصی استفاده کنیم که خود مایکروسافت این رو ساخته ولی متاسفانه هیچ جایی تبلیغش رو نکرده و فقط توی فروم های دیگه میتونید ببینیدش حتی نگاه کنید اصلا اینجا لینک اولین لینک اینه که آقا چرا لینک کار نمیکنه اسم نرم افزار هست وو شو هاید خب ویندوز اپدیت شو هاید دات دیاگ کپ هستش من لینک دانلود نرم رو واسه میذارم شما هم اگه همین اسم رو سرچ بکنید همه این وبسایت ها لینکش رو گذاشتن از خود سایت مایکروسافت لینکش وجود داره و میتونید دانلود بکنید ببینید این لینکیه که وجود داره همونجوری که توی download.microsoft.com از این آدرس و به محض اینکه اینتر کنید این فایل رو واسه دانلود کنید یه فایل خیلی کوچیک هستش که حالا میخوام بریم نصبش بکنیم من قبلا فایل رو دانلودم کردم اینجا رو صفحه گذاشتم بازش میکنیم خب نا کنید اینجا میگه آقا کار ما شو کردن یا هاید کردن یه آپدیت این تیک ادوانس رو بزنید و حتما حواستون باشه که این تیک خورده باشه یعنی اینکه آقا قراره بری مشکلات من رو هم همز... همچنان حلش بکنی با این کار خب نکس رو میزنم و وای میسم که این سرچش رو بکنه یه مدت زمانی طول میکشه تا سرچ بکنه و ببینه که مشکل است چیه خب برای من حدود پنج دقیقه گذشت تا این سفر رو آورده شواستون باشه پس امکان داره این قضیه طول بکشه ببینید دوتا گزینه میاره هاید آپدیتس و شو هیدن آپدیتس با این میتونم هاید بکنم و اگر بعدم خواستم اون رو دوباره شو بکنم میتونم این رو بزنم الان هدف من هاید کردنه روی این میزنم خب دوتا رو آورده واسه من یه دونه ال ای موبایله که اندروید کام پوزیت ADB دی بی اینترفیس یه دونه دیگه همین این کیمولیتیو که هر کدوم خواستم میتونم هاید کنم من این اولی رو میگم الان برای مثال هایدش بکنم که بعد بیایم شو بکنیم و بتونشون بدم نکست رو میزنم داره میره سعی کنه مشکلش رو حل کنه خب و اگه نتونست هایدش بکنه پس این برنامه کاملا هوشمنده اول سعی میکنه مشکلات شما رو حل بکنه که اون آپدیت رو بتونید بگیرید ولی در کل این رو هایدش میکنه در نهایت برای ما خب یه پیغام داد میگه که آقا ترابل شوتر کارش رو به درستی انجام داد الان این برنامه شما هاید شدش و ال ای موبایل اینجا نوشتش که فیکس شده و هایت شده میتونید اگه بخواید بازم ادامه بدید بزنید که میگه که آقا مشکل حل شد یا نه اگه نو رو بزنم میگیم حل شد و ادامه میدیم به این کار من کلوز رو میزنم حالا الان دیگه باید این هایت شده باشه من اگه اینجا بیام سفر ما ریفرش بکنم میبینیم که مشکل باید برطرف شده باشه روی اون اپدیت ال ای موبایل رو اصلا اینجا نمیاره لازم که من یه بار ریستارت کنم تا مشکل حل بشه خب یه بار دیگه اجراش میکنم ولی با همون فیکس کردنی که انجام داد اگر ببینید اینجا میبینید که اینا شروع کردن به دانلود شدن میبینید اینجا شروع کرد به اینا آپدیت شدن و دانلود شدن من واسه اینکه فعلا مشکل پیش نیاد یه دقیقه این رو پازش میکنم که فعلا آپدیت دیگه ای نگیره برمیگردیم اینجا دوباره شوهیدن رو این رو میذارم باشه و نکس رو میزنم میخوایم بریم که اون چیزایی که هایت شدن رو باز بکنیم و بتونیم ببینیم ببینیمشون خب این بار دیگه خیلی کمتر طول کشید حالا میام شو هیدن آپدیت رو میزنم نا کنید این آپدیت رو هیدنش کرده اگه بخوام از حالت هیدن درش بیارم دوباره میتونم اینجا بزنم و تستش بکنم نکس رو میزنم که بره از حالت هیدن در بیاره چون من مشکلی باش نداشتم ولی شما اگر یه آپدیت رو باش مشکل داشتید هیدنش میکنید که دیگه نخواد ویندوز بره اون رو آپدیت بکنه شایدم لازم باشه این وسط سیستمتون رو حتما ریستارت کنید تا تیک افکت کنه حواستون به این باشه گفت از حالت هیدن هم در آورده و اوکی شده پس اینجوری میتونید دی آپدیت رو هیدن بکنید و از هیدن درش بیارید من لینک این برنامه رو توی توضیحات واسهتون گذاشتم و تو کانال تلگرام هم براتون آپلودش کردم که اونجا باش و بتونید راحت‌تر دسترسی داشته باشید مرسی از اینکه ویدیو رو تا انتها دیدید خوشحال میکنید؟ اگر این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و دعوتشون کنید به خانواده چاره کامپیوتر ملحق باشن، مرسی شرکا هم اینجا کانال چاره نگهدار